Оюдҳо барои бартараф намудани бемориҳои сироятӣ вуҷуд дорад. Хоҷамир Хоҷамиров, муовини шӯрои уламои дини вилоят, дар суҳбат гуфт, ки ба сари инсоният ҳар хел воқеаҳо омаданаш мумкин аст. Аз ҷумла вабое, ки имрӯз ҷаҳонро ба ном коронавирус фаро гирифтааст, имтиҳони худовандонест. Ҷаноби Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва салам як чанд дуоро баён карданд. Аз ҷумла ҳамон дуоҳое, ки пайғамбари худо гуфтанд: Аллоҳумма инни аъузу бика минал барас вал ҷунун вал ҷузом ва мин сайиил асқом. Ана ҳамин дуои пайғамбар хоси касалиҳо ҳастад. Ва инчунин дуое, ки ҳозир зикр кардем, ин дар бораи бемориҳо ҳастад. Якум пайғамбари худо чӣ мегуфт? Аллоҳумма инна наъузу бика минал барас. Вақте ки чунин мушкилотҳо мешуд, пайғамбари худо таълим дода мефтанд, ки якумин коре, ки агар касалиҳои сироятконанда пайдо шаванд, шумо ба воситаи ин ҳамин дуои кӯтоҳ ба худованд муроҷиат кунед ва ба худованд наздик шавед. الاستعانه من الله واللجوء اليه، یعنی از پروردگار مدد پرسید با واسطه همین دعا که اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. پیغمبر خدا در این دعا سه تا کسلی را گفتن پای در پای، لیکن با همین کسلی های سرایت کننده را خاصتا گفتن، که کسلی های سرایت کننده اگر انسان حرکت نکند، علاجش نیابد، احتیاط نکند، اگر زیانش از سه کسلی اولی که گفتن بسیارتر است. یکمش پیغمبر خدا گفتن پروردگارا خدا از پیسی، از دیوانگی، از مخابی نجات ده. گفتنده بعد و من سیء الاسقام، از همین نمودهای کسلی های سرایت کننده از خودت مدد میپرسم، خودت نجات ده. گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام میگفتند. در ادامه صحبت خود خادمه دین معنی دعای ذکر گردیده را شرح داده افزود، که در کتاب مقدس قرآن در مورد بیماری ها دعاهای زیادی وجود دارند، یکی از آن دعا در بالا ذکر گردید. خوجمیر خوجمیرف معاون شورای علمای دین ولایت بیان داشت که دیگر دعاها برای دور کردن ابخیزه بارانهای شدید شمال بخشیده شده است. در دعایی که علمای دین در صحبت خود شرح دادند، برای دور کردن بیماری‌های سرایتی میباشد. همچنین ریایی قویده های سرایت نیافتند و بیماری‌های سرایتی را پیامبر اسلام نیز تاکید نموده بودند. گفت خوجمیر خوجمیرف: در زمان حضرت عمر رضی الله عنه چنین واقع شد، یعنی کسلی سرایت کننده به مانند ان همین کسلی که امروز شده ایجاد است، خود همین کسلی وارد از آدم ها به آدم ها میگوتش اگر آدم ها احتیاط نکنند. خب پیغمبر خدا را صحابه پرسیدند که در چنین حالت ها اگر ما چیکار کنیم؟ پیغمبر خدا گفتند که اگر چنین حالت ها شود، یکم کاری میکردی که تو گفتن که امسک لسانک عنک، شما گفتن یعنی زبان هاتون از واهمه کردن نگاه داره، چون که واهمه این سبب هلاکت انسان میشود. دویمش پیغمبر خدا گفتن که ول یسع بیتک، خانه تو وسیع کن، یعنی خانه هاتون وسیع کرده، در خانه هاتون شما از همدیگر جدا شوید. در زمان حضرت عمر چنین واقعه شد. اکنون شاگردان مکتب رسول الله چیکار کردند؟ یکمشون در همون وقت عمر ابن عاص در همون منطقه زمین شام، سوریه، فلسطین، اردن، همونجا این کس حاکم بودن. وقتی که همین خیلی کار شد، حضرت عمر رضی الله عنه نزدیک برای خاطر دیدن همون اهالی شام آمده ایستادن، که از داخل زمین شام برآمده گفتن که در همینجا یک کسلی سرایت کننده هست، شما ندارید. حضرت عمر مصلحت کردن، حضرت عمر دلیل شدن. در همین وقت یکی از صحابگان جلیل در همون جا، یعنی قماندان همون منطقه، یعنی امین الامه، گفته یک صحابه بودن، یعنی اون کس گفتن که ای عمر، گفتن ابو عبیده ابن جراح، تو گفتن دیدن آدم ها اومده، گفتن درو مشکلات نیست، درو گفتن. در همین وقت عمرو ابن عاص اومده، گفتن که من از رسول الله شنیدم، پیغمبر خدا گفتن که در کدام زمینه که چنین کسلی سرایت کننده پیدا می شود، شما به همونجا ندروید، اگر باشید از همونجا نروید تا که دیگرها به سرایت نکنید. بعد از دعای پیغمبر، همون دعا کردن و یعنی از خداوند مدد پرسیدن و به الله نزدیک شدن و ترک گناه کردن و عبادت زیاد کردن، دوم کار تعلیمات پیغمبر چی بود است؟ یعنی همین قرنطینه امروزه. و همین قرنطینه چه کنند؟ وقایه تو صحیح روایت کنید. خوجمیر خوجمیرف، معاون شورای علمای دین ولایت، در مورد سلام کردن هنگام پیدا شدن بیماری های سرایتی حرف زد و گفت که حتی پیامبر اسلام در مورد پیدایش این گونه بیماری سلام کردن را منع کرده بودند. درباره به همدیگر دست نداده سلام نکردن هم یک حدیث هست. ابو شریر ثقفی از پدرشون روایت میکنند، این حدیث در صحیح امام مسلم اومده است، روایت میکنند که
میگون که از پدرم شنیدم یک گروه آدم ها برای بیعت کردن نزد پیغمبر آمدند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که در مابین آنها یک انسان کسل دارد، کسلی سرایت کننده است. پیغمبر خدا گفتند که فرجعه لقد بایعناه، گوید گردد و تحقیق ما با وی بیعت کردیم. کار بیعت به دست دادن نمی شود، باید دست می دادن. چون در وقتی که بیعت کردن صحابه حضرت عثمان نبودن، پیغمبر خدا یک دستشون گفتن این دست عثمانه، این دست خودم را گفته بیعت کردن. لیکن به این صحابی جلیل بینید که از سبب زیان کردن سلام کردن در چنین حالت و کسلی سرایت بودنش، پیغمبر خدا آگاه کردن که همه ما بیعتش را قبول کردیم، نبیاید سلام نکند تا که تأثیرش به دیگران نگذارد. اینها یعنی آن آداب هایی که علاجی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تعلیم دادند. و این چنین در دونین چنین وقتا با دعاهای بسیاری است، از جمله هم دعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این دعا هست. همچنین معاون شورای علمای دین ولایت بابت دعاهایی که پیامبر اسلام فرموده بودند یادآور شد. خواجه میرف سبب های پیدایش این گونه بیماری را در اطاعت نکردن بندگانش با گفته های خداوند دانسته، افسود که سالهای آخر ندادن زکات، نداشتن روزه، خوردن حقیقت ایمان، کمک نکردن به نفران نیازمند در جامعه به نظر می رسد. و این حالت یکی از عامل های آمدن بیماری های سرایتی از جمله کرونا ویروس به سر انسانیت می باشد. و بعضی چیزها را برای استعمالش هم پیغمبر دستور دادن، از آن جمله سیادانه، حبت و سودا می گون. پیغمبر خدا می گون که همین حبت و سودا یا که سیادانه را کسی که می خورد حتی زهر مار هم بابای تاثیر نمی کند. به این چنین خوردن خرما، آب زمزم، حجامه کردن و امثال این چیزها. یک چیز دیگر در همین حالت پیغمبر خدا گفتن که خواهید که چنین کسلی ها به شما دوچار نشود، چنین کسلی ها به دیار شما نبیاد، شما دوچار چنین کسلی ها نشود، به یک چیز اهمیتی گفتن، از قرآن دلیل آوردن، گفتن که الاجتناب مما حرم الله علیه، از آن چیزهایی که خداوند خوردن و یا حرام کرده است، از همونها خودداری کردن. چون که همون وقتی که آیات های قرآن که در باره چیزهایی که خداوند حرام کرده است، همونها رو سبب باشن بیان کرده، میگوید که رجز انمی کسلی سرایت کننده، انمی وبا، یا که رجز خداوند در قرآن میگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، عرق نوشیدن، قمار بازی کردن، یعنی فال بینی کردن، طول اینها میگوید کسلی میبیارن. خدا در قرآن ذکر میکنه. یا که در دیگر آیه کریمه خداوند بنی اسرائیل که وقتی که حضرت موسی به اطاعت نکردن، خداوند میگوید ما از آسمان برای ویها کسلی های سرایت کننده رزق نازل کردیم. از این معلوم میشه که یعنی یکی از سبب های یعنی از این کسلی نجات شدن یا که از این وبا نجات شدن، یعنی الله سبحانه و تعالی را وقتی نزدیک شدن، گناهی گذشته به مغفرت پرسیدن، هر یک کمبودی که باشد در مابین آدمو از همدیگر رفته مغفرت پرسیدن، حق دیگر ها در گردانش باشد حقش رفته تیاد، بالعکس از این فرصت استفاده برده، حق هر خیر راه های غیر مشروع و راه های حرام، حق بیمار و حق طبیب و حق دیگر یتیمار اخود نکند، بلکه برده تیاد خواهد که از همین کسلی میگذره نجات میدهد. چون که خداوند در قرآن عظیمشان در یک آیه کوتاه‌ترین این کسلی را پیدا شویشه، مدتشه، سبب پیدا شویشه و علاجش هم بیان کرده است. وقتی که ما به همین آیه قرآن کوتاه نگاه میکنیم، خداوند چی میگوید؟ زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعضهم الذی کانوا یعملون، لیذیق بعضهم الذی کانوا یعملون. پروردگار در همین آیه کریم میگوید که این گاهو در بعضی در دریاها، در خشکی ها، همین کسل های سرایت کنند چه میکنن پیدا میشوند. سبب پیدا شویش از سبب کرداری آدم ها، احتیاط نکردن، یعنی عموماً به اهمیتی انسان ها میگوید خداوند بما کسبت لیذیق بعضهم الذی کانوا لعلهم یرجعون. پروردگار در دوم آیه چی میگوید؟ این میگوید کسلی همه را هلاکت نکردگی نیست، همه را ما هلاکت کنیم، از سبب بعضی گناه هاشون میگوید خداوند ما این چیزها را آدم ها را آگاه میکنیم که شاید که توبه کنند، شاید که به سوی الله گردند، از کردار بدی خود پشیمان شوند. لیکن البته در این آیه کریمه ما بینیم که آیه کریمه خداوند در سوره روم در آیت 41 یعنی این چیز بیان کرده است. خادمان دین تاکید میکنند که گفته های طبیبان رو باید اجرا کرد، در خانه موندن به ضرورت بیرون نبرآمدن باعث صحت هر یک شخص و اطرافیانشان میشود. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.